با درود خدمت هموطنان عزیز، ستاره هستم از فعالین نهاد مردمی. امروز روز بدون شک سنگین ترین وزنه مبارزاتی مدنی برای میل به آزادی و دموکراسی، برای عهده قشری از جامعه زنده و پویای ایران به نام دانشجویان می باشد. جوانانی که تمامی سالهای زندگیشان را در جامعه استبداد زده ایران زیستند، ولی از اعماق وجودشان در برابر تمامیت خواهان مستبد ایستادند. حرکت سالهای اخیر جنبش دانشجویی به همگان این حقیقت بزرگ را ثابت کرد که هر کجا که این جنبش تقویت شده و انجمنها و تشکلهای دانشجویی اعتراضات را رهبری کرده اند، بنیان حکومت جهل و جور متزلزل گشته و تمامیت خواهان گیج و مبهوت در مقابل این حرکت ها اسیر و مات شده اند. 18 تیر ماه سال 1378 تحول عظیمی در جنبش دانشجویی روی داد و از آن به بعد شاهد آن بودیم که جوانان بی پرده و آشکارا اعتراضات را مدیریت کردند. مبارزات مدنی با شعارهای ساختار شکنانه که قلب استبداد یعنی ولایت فقیه را هدف قرار می دهد. جنبش دانشجویی که در ابتدا به صورت مستقل به نقد حاکمیت می پرداخت، به طالب اصلاحات اساسی در قانون اساسی بود، پاسخی جز سرکوب زندان و ارعاب از جانب دیکتاتورها دریافت نکرد و این موجب شد که در 8 سال گذشته بدین سو شاهد شکستن یک خط قرمزی های حاکمیت توسط دانشجویان باشیم. جنبش دانشجویی در راه مبارزه برای آزادی و رسیدن به یک جامعه پیشرو و مدنی هزینه های زیادی تا کنون پرداخت نموده است، ولی پرداخت این هزینه های سنگین موجب نشد که این جنبش خود را بازنده احساس کند. امروز اسوه ایستادگی مقاومت و آزادی خواهی جنبش دانشجویی بهروز جاوید تهرانی است. دانشجویی که بیشتر از 11 سال است که تنها به جرم فریاد آزادی در زندانهای حاکمیت به سر میبرد. از اکبر محمدی بگویم که صدای ایستادگی و رشادت و مقاومتش حتی در زندان آنچنان رسا بود که جانیان بارگاه ولایت فقیه چاره‌ای جز کشتنش نیافتند. اما نفس بریده شده اکبر بر جان انبوه دانشجویان و جوانان دمیده شد و هنگامی برپا شد که رهبر متکبر و خودخواه حاکمیت چاره‌ای جز به قدرت رساندن نظامیان برای حفظ عمامه و تخت خلافت خود نبیند. با کودتای رسوای 22 خرداد شاهد گسترده شدن اعتراضات و رهبری مبارزات مدنی به وسیله دانشجویان بودیم. چهره کری حاکمیت برای جهانیان آشکار شد، حاکمیتی که چنان کفدار به مردم حمله ور می شد، قمه به دستانی که با حمایت ارگانهای نظامی در شامگاه 24 خرداد ما ناجوان مردانه به مسکن و مأوای دانشجویان در کوی امیرآباد حمله ور شدند، کشتند و زدند و سوزاندند و بار دیگر تاریخ مغلواری را در کارنامه سیاهشان به ثبت رساندند. آری بار دیگر لاله های سرخ بر بوستان آبرو و شرافت جنبش دانشجویی روییدند. بار دیگر دانشجویان این بار هم در خانه خودشان یعنی دانشگاه جانشان را تقدیم کردند به یک کلمه آزادی. حرکت ها و خواسته های جنبش دانشجویی ادامه داشت و رئیس دولت کودتا حتی یک بار جرأت این را پیدا نکرد که در دانشگاه حتی با حمایت بسیج و سپاه حضور بیابد. مجید توکلی را امروز به راستی میبایست شرف جنبش دانشجویی نامید.
رشادت جوانی که با صدای رسا رهبر خود کامه را در دانشگاه تهران به باد انتقاد کشید و حاکمیت نامشروع در مانده و مخور روسری بر سر این جوان کرد که بار دیگر بگوید ای دنیا ما زن ستیز هستیم و دشمن زن. و چه حقیر و ضعیف است بنیان این حکومت که مجید توکلی ها را در زندان نگه می دارد. یار دبستانی ما اگر چه در بندند، یاران دبستانی ما اگر چه در بندند، اگر چه رئیس دولت کودتا امروز ریاست وزارت علوم را به مأمور خیمه شب بازی کودتای انتخابات کامران دانشجو سپرده است، ولی دانشگاه امروز زنده است و ققنوسوار از خاکستر خیش تولد دوباره ای خواهد داشت. کامران دانشجو و حاکمیت رسوا سبکسرانه از به خاک یکسان کردن دانشگاه ها سخن میگویند. اساتید متحد در دانشگاه ها را از کار بر کنار می کنند و رشته های علوم انسانی را حذف می کنند. دانشجویانی را به کمیته های انضباطی احضار می کنند و برای آنها خط و نشان می کشند. رهبری حقیر با دشمنیش با دانشگاه و علوم انسانی به این نکته توجه نکرد که اگر ندا آقا سلطان دانشجوی فلسفه و علوم انسانی بود، کیانوش آسا دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بود، ناصر امیرنژاد هم دانشجوی هوافضا در دانشگاه آزاد تهران بود. علی خامنه ای متوجه این نکته بدیهی نیست که چنین دانشجویی که جنبش دانشجویی متعلق به یک یا چند رشته دانشجویی یا متعلق به تنها 5 یا 6 هزار دانشجو نیست، که با انقلاب‌های فرهنگی دروغین سرکوب شود. این جنبش در بدنه دانشگاه وجود دارد و خواستش فراگیر نفی 100% دیکتاتوری است. ما دانشجویان ایرانی در داخل و برون مرز به رهایی که در پیش گرفتیم ایمان داریم و خون تک تک این ستاره های سبزی که جانشان را برای اعتلای آرمان‌های جنبش دانشجویی تقدیم کرده اند را پاس خواهیم داشت. در پایان نام جاودان شده جنبش دانشجویی را در سالهای اخیر نام می‌برم و از شما هموطنان عزیزم می‌خواهم دستتان را به علامت پیروزی بالا برده و یک دقیقه به احترام این عزیزان سکوت کنید. عزت ابراهیم نژاد، اکبر محمدی، کیانوش آسا، امیر جوادی فر، ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، مصطفی غنیان، ناصر امیر نژاد، یعقوب بروایه، تینا سودی، ایمان نمازی، زنده باد ایران. دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد. ما پیروزیم چون حق با ماست. مرسی، ممنونم از همتون. We'll be right back.
باشد وطن. اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل اشک روان خیش